در یکی از روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب حدیث اومده و این روایت در ضمن نیایش ها و دعاهایی هست که در نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده این است که الله متعال رو با واژه اهل الثناء و المجد مخاطب قرار داده بود. روایت به این صورت هست که امام مسلم این روایت رو آوردن و بقیه ائمه حدیث هم این روایت رو آوردن از حضرت ابن عباس. عبدالله ابن عباس میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان اذا رفع رأسه من الرکوع، هرگاه سرشون رو از رکوع بلند میکردند میگفتند که اللهم ربنا لك الحمد، پروردگارا حمد و ستایش اختصاص به تو داره. ملء السماوات و ملء الارض، حمد ستایشی که در برگیرنده آسمان ها و زمین باشه و ما بینهما و در برگیرنده فیما بین، فضای فیما بین آسمان ها و زمین باشه. و ملء ما شئت من شیء بعد، و به اندازه اون چه که بخوای بعد از اون یا پروردگار متعال. بعد از این میاد میگه که اهل الثناء و المجد، شایسته ثناء و مجد. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، نه مانع وجود داره در ارتباط با اون چیزی که تو دادی میتونه جلوی اون رو بگیره، ولا معطی لما منعت، و نه هم دهنده ای هست اون چیزی رو که تو اون رو باز داشتی و مانع رسیدن به اون شدی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و قدرت و توان و امکانات در مقابل تو هیچ منفعت و سودی رو نمیرسونه، یا اینکه قوت و توان به کسی سودی رو نمیرسونه و در واقع از جانب تو هست هرچی که از قدرت و توان انسان داره. هر دوی معنا در شرحش ذکر شده هست. ما در ضمن واژه هایی که در ارتباط با کمال صفات به کار میگیریم چند واژه ای هست که با هم از نظر معنایی قرب معنایی دارن. واژه حمد هست، واژه ثناء هست، واژه مدح هست، واژه تمجید هست و واژه شکر هست. این واژه ها عموما بیانگر صفات نیک و شایسته موصوف هستند، ولی با وجود اینکه همه این واژه ها در برگیرنده نیکویی و صفات نیک هستند، بینشون در تعبیر و کاربرد اختلافات جزئی وجود داره که کمال معنایی رو در ثناء میتونیم جستجو کنیم به اعتبار فاعل، یعنی فردی که ثناء گوینده هست، و کمال معنایی رو میتونیم در حمد تعبیر کنیم به اعتبار محمود، یعنی موجودی که ستایش شده هست. یعنی اگر به اعتبار
فاعل فعل ما بخوایم کلمه ای رو در ستایش و در ذکر خوبی ها به کار بگیریم ثناء هست.